دوستان عزیز سلام بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه از اینکه امروز هم فرصتی شد تا با یک آموزش جدید در خدمتتون باشم. بسیار خوشحالم. در ابتدای آموزش از شما دعوت میکنم لطفا کانال من رو در یوتیوب محمود بیز حتما سابسکرایب کنید، این گزینه رو بزنید، بعد یک گزینه زنگوله میاد، اون زنگوله رو هم حتما فشار بدید که همیشه جدیدترین ویدیوها زودتر از بقیه در اختیار شما قرار بگیره. آموزشی که امروز میخوام به شما ارائه بدم برای دوستانی هست که در اینترنت به دنبال محتوای فارسی میگردن، یعنی شما که در ایران هستید یا من که در اینجا هستم یا هر کس در هر نقطه دنیا که باشه میتونه به صورت تخصصی در وبسایت های فارسی زبان ایرانی جستجو بکنه. 1 میلیارد صفحه جز محتویاتی هست که وبسایتی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم تونسته محتوای فارسی جمع بکنه. خب 1 میلیارد خیلی رقم زیادیه و این برای تولید محتوای فارسی که سالهای سال همیهنان ما در حال تولید این محتوا هستن زمان زیادی برده شده و اینکه شما همه رو یه جا داشته باشید خیلی گزینه خوبیه. همینطور که میدونید داخل گوگل اگر شما سرچ بکنید ممکنه بسیاری از صفحات به شکل اسپم باشن، یعنی شما از نتیجه اصلی دور میمونید. وبسایت امروز این ویژگی رو داره که شما فقط محتوای فارسی اصل رو ببینید، یعنی اون چیزی که واقعا به دنبالشی اگر میخوای فارسی سرچ بکنید. در مورد یکی از این ویدیوهایی که چند روز پیش من منتشر کردم، آموزش معرفی وبسایت به موتورهای جستجو، من به شما توضیح دادم که چطور میتونید وبسایتتون رو به موتورهای جستجو معرفی بکنید. خب من لینک این ویدیو رو حتما در انتهای ویدیو براتون میذارم که شما اگر خواستید وبسایتتون رو ثبت کنید توی موتورهای جستجو که توی این نتایجی که قرار سرچ بشه دیده بشن، براتون میذارم حتما استفاده بکنید، ویدیو رو ببینید. خب شما زمانی که وبسایتتون رو تو وبسایت‌های موتورهای جستجو ثبت می‌کنید باعث میشه که به راحتی موتورهای جستجو شما رو پیدا کنن و ایده ها و افکارتون به راحتی به اختیار سایرین قرار بگیره و بقیه با افکار شما آشنا بشن. من امروز میخوام موتور جستجوی ایرانی یوز رو به شما معرفی بکنم که بالغ بر 1 میلیارد صفحه رو این موتور جستجو محتوای فارسی درش قرار گرفته و به عنوان یه استارتاپ موفق از سال 1388 تا به امروز داره خدمات ارائه میده به همیهنانمون که بتونه محتوای فارسی در اختیارتون قرار بده و باعث نشر و رونق محتوای فارسی و زبان فارسی در بین کشورها بشه. جدای از این که شما میتونید در این کادر امکان جستجو داشته باشین، میتونید جدیدترین خبرها رو هم در پایین موتور جستجوی یوز مشاهده بکنید که به صورت تصویر هست، به صورت لینک خبریه که اینا همشون قابل مطالعه است، یعنی شما به راحتی میتونید با کلیک کردن روی اینها محتویاتی که در مورد این خبرها منتشر شده رو ببینید. من میگردیم بالا. موتور جستجوی یوز هم به شما میتونه محتوای فارسی براتون سرچ بکنه، هم میتونه تصاویر رو براتون در بین 78 میلیون تصویر براتون جستجو بکنه و هم میتونه در بین 1,700,000 ویدیو اون چیزی که شما به دنبالش میگردید رو براتون پیدا بکنه. در اخبار هم میتونه از 450 تا سایت خبری براتون سرچ بکنه یا به شما نمایش رو نتیجه رو به شما نشون بده. خب من میخوام اینجا یه تست بکنم ببینیم این موتور جستجوی ایرانی یوز چه اتفاقی میفته براش و چطور میتونه محتوا رو برای ما نشون بده. من میزنم سیل خوزستان. خب ببینید من اگر سیل رو که نوشتم کلمات پرطرفدار رو میتونید ببینید که اینها سرچ شده توی این موتور جستجو. دارم سیل خوزستان 90,000 تا جستجو رو در کمتر از 2 ثانیه به ما نشون داد.
تصاویر هوایی از خوزستان. خبرها دقیقا توی صفحه اصلی این موتور جستجو به صورت مستقیم لود میشه و شما میتونید ببینید. خب برمیگردم مجدد به موتور جستجو، توی تصاویر هم ببینیم سیل خوزستان چه چیزهایی داره. ببینید هر چیزی که شما در گوگل دارید میبینید اینجا دقیقا محتوای فارسیش رو میبینید، حتی امکاناتی که در اختیارتون قرار میده بابت اینکه بتونید عکس ها رو سرچ بکنید با چه پسفندی در چه اندازه‌ای و در چه رنگ هایی طیف رنگی که استفاده شده در تصاویر شما میتونید اینجا سرچ بکنید. در بین خبرها اگر قرار باشه خبرهای مربوط به سیل خوزستان رو سرچ بکنید حجم زیادی از خبرها رو اینجا شما میتونید ببینید. خب حالا اگر خواستید خبر بخونید، من در یکی از آموزش‌هایی که آماده کردم گذاشتم که شما چطور میتونید تمام خبرها رو یک جا داشته باشید. البته لینک اون رو هم انتهای ویدیو میذارم که حتما بتونید تمام خبرهای ایران و جهان رو به صورت یک سایت مستقل مشاهده بکنید که توی آموزش بعد 7 8 دقیقه میتونید اون رو ببینید. خب موتور جستجو رو ببینید، این موتور جستجو یوزه، حتی امکان جستجوی همزمان در بینگ و گوگل هم داره. قابل ذکره منبع اصلی جستجوی اینها برمیگرده به دیتاهایی که از طریق گوگل و سایر موتورهای جستجوگر از طریق ربات‌های مختلف فراهم میشه و در اینجا در صورت سایت فارسی به شما نمایش داده میشه، یا این خبرها یا این تصاویری که اینجا دارید میبینید. هشدار هواشناسی نسبت به احتمال سیلاب شدن مسیر. خب در قسمت درباره یوز میتونید ببینید که اینها از سال 88 این موتور جستجو رو شروع کردن به کارش و تمرکزشون هم بیشتر روی زبان فارسیه و سرعتشون هم تقریبا میانگینش تخمین زدن که کمتر از یک ثانیه است. دیدید که من سرچ زدم و واقعا سریع اومد و خب میشه گفت بهتر از سایر موتورهای جستجوگری بود که آدم داره میبینش. بذار من این رو تصویرش رو سرچ بکنم بر اساس رنگ قرمز. فکر میکنم اینا هنوز کار داره تا بعضی از امکاناتشون تکمیل تر بشه، ولی به عنوان یه استارتاپ موفق ایرانی بد نیست برای حمایت از دوستان از این سیستم استفاده بشه. سیستم خیلی خوبیه موتور جستجو یوز که شما اینجا حتی میتونید تصویر روزانه رو ببینید که اینجا مربوط به تالش در گیلان که تصویر رو به این شکل عوض میکنن. امکان ترجمه هم در این سایت وجود داره که میتونید متن بذارید و ترجمهش رو بگیرید. من آموزش امروز رو بهتون دادم، لینک آموزش معرفی رایگان سایتتون تو موتورهای جستجو رو براتون میذارم و لینک نمایش اخبار لحظه‌ای ایران و جهان رو حتما در انتهای ویدیو براتون میذارم به همراه آدرس موتور جستجوگر یوز که از این سایت حتما استفاده بکنید. دوستانی که در ایران هستن میتونن برای محتوای فارسی و محتوای خالص فارسی حتما از این سایت بهره ببرن. باز هم ازتون تشکر میکنم که همراه یوتیوب محمود بیز بودید. حتما سابسکرایب کنید و ویدیو رو بین دوستاتون به اشتراک بذارید. ویدیو رو بعد از دیدن حتما لایک کنید و با ویدیوهای بعدی همراه من باشید. خیلی سپاسگزارم. شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا یار و نگهدار.